سلام به همه شما همیهنان عزیز. در برنامه امروز ماتریس ما میخواییم به ریشه های اجتماعی مجاهدین و سیر تحولات روابط این سازمان با مردم بپردازیم. میخواییم ببینیم که مجاهدین در این 55 سال چطور با جامعه ایران ارتباط برقرار کرده اند، چه ریشه ای در جامعه دارند، چه موانعی در پیش روی اونها وجود داشته، به خصوص که از همون ابتدای روی کار آمدن دیکتاتوری آخوندی این رژیم همواره مدعیه که مجاهدین در ایران حمایت ندارن. خمینی دجال خودش میگفت که مجاهدین 2% هستند. در این سالیان هم بارها از زبان بالاترین سرکردگان رژیم شنیدیم که کار مجاهدین تموم شده، مجاهدین از بین رفتن، یا اینکه ادعا میکنن مردم بعد از عزیمت مجاهدین به عراق در بحبوحه جنگ ضد میهنی از اونها متنفر شده. خلاصه اتهاماتی که به واقع در بیش از 40 سال گذشته پایانی نداشته و تحت عناوین مختلف مطرح شده. یک دسته دیگه از اتهامات رژیم علیه مجاهدین درباره مناسبات درونی اونهاست. خمینی میگفت که اونها خودشون رو شکنجه میکنن و میکشن و بعد میگن که ما کردیم. پس ما میخواییم در برنامه خودمون در این حال به این موضوع بپردازیم که خط و استراتژی که مجاهدین در 40 سال گذشته رو در روی این رژیم به پیش برده اند چه تأثیراتی در جامعه داشته؟ آیا قیام های 96 و 98 خلق السایه بود؟ آیا هیچ ربطی به پیش برده همین استراتژی داشت یا نداشت؟ و در نهایت میخواییم ببینیم که در یک جامعه مثل جامعه ایران که تحت اختناق مطلق رژیم آخوندی هست، شاخص پایگاه اجتماعی و حمایت مردمی و شاخص مشروعیت یک جنبش چیست و چگونه ساخته میشه؟ با ما در این برنامه همراه باشید. برای بحث و گفتگوی برنامه امروز ماتریس دعوت کردیم از آقایان عباس فعیلی و پویا زاره. سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم بهتون. با سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و با تشکر از شما. با سلام به همه هموطنان، خیلی ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردید. بله، تشکر از شما. خب در شروع گفتگومون من می‌خواستم با این موضوع شروع کنیم آقای زاره، که شما مقداری در رابطه با پایگاه اجتماعی و حمایت‌های مردمی از مجاهدین و تاریخچه‌ای که طی کرده برامون توضیح بدین. بله، برای که من بتونم به این سوال شما پاسخ بدم بهتره یه مقدار از همون جایی که گفتین از تاریخچه شروع کنیم. تاریخچه پایگاه اجتماعی مجاهدین از زمان سرکار اومدن خمینی. واقعا اینکه آخرین دسته از زندانیان سیاسی مجاهدین در 30 دی ماه 57 آزاد شدند، یعنی درست 22 روز قبل از پیروزی انقلاب، و تا اون موقع رهبری و همه مسئولین سازمان در زندان بودند و موقع آزادی 150 تا 200 نفر بیشتر نبودند. این از یک طرف. از طرفی هم دیگه خمینی ملعون و جلاد در غیاب رهبران گروه های پیشتاز مبارز با شاه، مبارزه با شاه در اون زمان، به خصوص در رأسشون مجاهدین و فدایی ها، با موج سواری اومد رهبری انقلاب رو سرقت کرد. هرچند که کم کم ماهیت رژیم برملا شد و از همون روزای اول بعد از پیروزی انقلاب بساط شلاق زدن های رو تو خیابونا پهن کردن و شاهد بودیم، ما خودمون موقع شاهد بودیم که شروع به سرکوب اقلیت‌های مذهبی کردن و همون موقع هم اتفاقاً با به طور مشخص با شعارهای ضد بشری یا روسری یا توسری به آزار و اذیت زنان میهنمون پرداختن. در شهرهای مختلف همین بساطا رو پهن کردن و شروع به حمله کردن و علاوه بر این در تمام شهرهای ایران دست به حمله و هجوم به کتابخانه ها، محافل سیاسی، مراکز سازمان ها و احزاب سیاسی مختلف زدن و در رأسشون هم به مراکز مجاهدین شروع به حمله کردن، فالانجا و حزب الله اون موقع. و خلاصه تو همین اثنا کم کم ماهیت خمینی برای مردم روشن شد. البته اینو من بگم که سازمان مجاهدین از همون ابتدا دریافته بود که رژیم خمینی یک رژیم ارتجایی و انحصار طلبه و پس نتیجه گرفته بود که شعار استراتژیک برای مردم ایران آزادی و نه چیز دیگه. یعنی از روز اول روی کار آمدن خمینی، اگه من بخوام در یک کلمه بهتون بگم دعوا بر سر چی بود، دعوا فقط بر سر آزادی بود و بس، هیچ چیز دیگه نبود. خمینی میخواست با دجالگری
مذهبی با عوام فریبی و سوء استفاده از اسم اسلام و مذهب با سر دادن شعارهای به اصطلاح ضد امپریالیستی میخواست آزادی ها رو از بین ببره و این نیت و قصد اون خمینی ملعون بود، چون میدونست که هر گونه آزادی سیاسی، آزادی و آزادی بیان نفی موجودیت تمامی دستگاه ارتجاع و ماهیتشه. در همون و بخوام دقیق تر بخوام شما بگم، من دقیقا از اون زمان یادمه، در همون مدت کوتاه به تجربه دیده بود، به تجربه واقعا دیده بود که نیروهای انقلابی و در رأس اونا مجاهدین دارن گسترش پیدا میکنن و شعار اصلی اونا و همه نیروهای انقلابی اون زمان فقط آزادی بود. همونطور گفتم فقط آزادی میخواستن. کسانی که اون زمان یادشون هست، مقطع 58 یادشون هست، از طرف خمینی و متحدینش مثل حزب توده که کبادکش خمینی شده بود، مجاهدین مسلمان رو سرکوب میکردن و در دهه 60 هم همدست ارتجاع در سرکوب مجاهدین شرکت داشتن و خلاصه هدف اینا یکی بیشتر نبود. چه خمینی چه همین همدستاش میخواستن صورت مسئله انقلاب ضد سلطنتی که برای آزادی بود رو عوض کنن. اما مجاهدین و نیروهای ترقی‌خواه میگفتن مسئله انقلاب ایران آزادی‌های سیاسیه و رژیم با از بین بردن این آزادی‌ها میخواست بقیه دستاوردهای انقلاب ضد سلطنتی که نیروهای انقلابی اون زمان من جمله مجاهدین که سالیان برای اون مبارزه کرده بودن رو از بین ببره. و این چیزیست که ما الان بعد از 40 سال از حاکمیت این رژیم پلید و فاشیسم دینی شاهدش هستیم که همه آزادی‌ها از بین رفت. این البته اگه بخوام دقیق‌تر به شما بگم، این بس اون زمان و مشخصا در قشر روشنفکر و دانشگاه به بس لیبرال ارتجاع معروف بود. چون حالا چرا به این اصطلاح به کار برده میشد؟ چون خمینی هر نوع آزادی رو نفی کرد و مجاهدین و نیروهای انقلابی هم خواهان از جلوی خمینی خواهان نفی هر گونه استبداد و ارتجاع و خفقان بودن. من خوب اینجا در این مقطع به یک اطلاعیه بسیار مهم که در اون موقع از طرف سازمان مجاهدین منتشر شد و در نشریه مجاهدین هم چاپ شد، هم به اون اشاره میکنم. به همین دلیل و همین فضا و جوی که اون موقع توضیح دادم، سازمان مجاهدین در 27 اسفند 57 یعنی درست یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اطلاعیه بسیار مهمی رو منتشر کرد. سازمان خط و خطوط و مرزهای خودش و مردم رو با حاکمیت کاملا ترسیم کرد. من یادم از جمله در اون اطلاعیه گفته بود که هرگز سوء استفاده ارتجاعی از نام اسلام را روا نخواهد داشت. همچنین در این اطلاعیه حقوق ملیت‌ها، زنان، کارگران، کشاورزان، اقشار مختلف رو به طور مفصل توضیح داده بود. در این اطلاعیه آورده بود که مهمترین خواسته مردم از حاکمیت یا همون حاکمیت خمینی عبارت است از تضمین آزادی کامل مطبوعات، احزاب، اجتماعات سیاسی با هر عقیده و مرام. یعنی باز میخوام تاکید کنم روی اون همون حرفی که از اول سازمان روش تاکید کرده بود و نیروهای انقلاب روش تاکید کرده بودن که آزادی مطبوعات، آزادی سیاسی، آزادی بیان با هر عقیده و مرام، باز در همین اطلاعیه سازمان بهش تاکید کرد و روش مشخصا ایستاده بود. بله، خب این از مواضع مجاهدین در اون دوران که شما البته به بخشش اشاره کردین، یعنی بلافاصله بعد از انقلاب ضد سلطنتی و تاکید مجاهدین بر تضمین آزادی ها. خب ولی این مواضع مجاهدین چه ارتباطی داره با پایگاه اجتماعی که اونها ازش برخوردار بودن؟ بله، من واقعیت اومدم یک مختصر ابتدا از اون فضای اون موقع و تاریخچه اون موقع اول گفتم که بدونید اول فضا چی بود که بعد بتونم اتفاقا ربطش به همین پایگاه اجتماعی مجاهدین بگم. همونجور که داشتم توضیح میدادم، پس شما سازمانی بودید که شعار آزادی دادید، اون اطلاعیه رو داده بودید. پس در این صورت وقتی که شما یک سازمان انقلابی باشید و خواسته های مردم و درد دل اونها رو بازگو کنید و آماده باشید با دو کلمه فدا و صداقت که سرلوحه مکتب مجاهدین بود همه چیزتون رو برای مردمتون بدید، دینامیزمی از اعتماد بین شما و اونها به وجود میاد. این یک اصل بسیار پایه در اجتماع و جامعه و رابطه بین نیروهای انقلابی و مردمشونه. به طور خاص این اصول در قشر جوان جامعه اون موقع بسیار جاذبه داشت، چون بر اصول بنیادین هر جامعه آزاد دموکراتیک انگوش میذاشت و مشخصا حق آزادی بیان، حق اجتماعات، حق بیان عقاید سیاسی
و تمامی مبانی بنیادین یک جامعه دموکراتیک رو مجاهدین نمایندگی میکردن. در نتیجه وقتی همه اقشار جامعه در اون مقطع فهمیدن که سازمان چطور از شرافت، کرامت و همینطور هویت تاریخی مردم ایران و آزادی مردم ایران جانان دفاع میکنه، این قطعا باعث به وجود اومدن یک رابطه اعتمادانگیز شده بود و حمایت‌های مردمی از مجاهدین شروع شد. این گونه بود که ما شاهد بودیم مردم به دنبال سازمان مجاهدین اومدن. همون موقع میتینگ‌های 100,000 نفری در تهران و من دقیقاً یادم اون موقع تیراژ نشریه مجاهد اون زمان به 600,000 نسخه در روز رسید که در تاریخ مطبوعات ایران بی‌نظیره، در حالی که همون موقع تیراژ برخی از روزنامه‌های رژیمی مثل حزب جمهوری و امثال هم 30,000 تا بود. سازمان توی این نشریه مجاهد دجالیت و شیادی و نقض آزادی ها و چماقداری و ماهیت ارتجایی این حاکمیت رو افشا میکرد و مینوشت. خمینی از طرفی هم خمینی که دید مثل برف نیروهای خودش دارن ذوب میشن و نیروهای انقلابی در حال گسترش روزافزون در تمامی زمین‌ها هستن، لذا در همون مقطع در همون ادامه همون شعارهای به اصطلاح عوام فریبانه و ضد امپریالیستی چون میخواست جلوی این گسترش رو بگیره، در 13 آبان 58 دست به ماجرای گرانگیری زد و با برپا کردن این معرکه میخواست صورت مسئله رو از آزادی‌های برحق که مطالبه مردم بود عوض بکنه و با برانداختن یک جو به اصطلاح خودش ضد آمریکایی راه خودش رو باز کنه و از شر دولت موقت مهندس بازرگان که خمینی با آن صفت دولت امام زمان هم داده بود میخواست خلاص بشه. این مختصری بود از پایگاه. اگه مقداری بیشتر توضیح بدین، چون از یک طرف میگین که این معرکه‌ای که گفتین راه انداخت سفارتگیری و گروگانگیری در سفارت آمریکا به خاطر این بود که بیاد صورت مسئله رو عوض کنه، صورت مسئله که آزادی ها بود و اون خواسته نیروهای انقلابی، از طرف دیگه میگین میخواست بپیچه جلوی دولت موقت خودش. بالاخره علت چی بود؟ واقعا اینه که من همونطور که توضیح دادم ماهیت خمینی و رژیمش یک ماهیت ارتجاعی و انحصارطلب بود و ضد آزادی های بنیادین در جامعه بود و با برا انداختن این قائله و حذف دولت موقت خودش میخواست پایه های قانون اساسی ولایت فقیه خودش رو بچینه و این قانون اساسی رو به کرسی بشونه و درست در روز 13 آبان 58 گروگانگاری رو انداخت و یک ماه بعدش یعنی 12 آذر 58 در عرض یک ماه قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشت. حالا چرا؟ چون میخواست هم قانون اساسی خودش رو پیش ببره، هم با راه انداختن اون جب و فضای تحریک‌آمیز همه آزادی ها و نیروهای انقلابی در حال گسترش و در رأس اونها مجاهدین رو از دور خارج کنه. چون ما الان به عینه داریم بعد از 40 سال میبینیم که بر طبق همون قانون اساسی ولایت فقیه که بعدم اون رو به قانون ولایت مطلقه فقیه ارتقا داد و الان هم به عنوان اصل ولایت فقیه اون رو رواج داده، تمامی حقوق بنیادین جامعه و همه آزادی ها رو از بین برده بود. هیچ کس هیچ حقی نداره و همه هم الان شاهد هستیم که یک حکومت فاشیسم مذهبی در سر کاره. اون موقع رهبری مجاهدین به خوبی این موضوع رو تشخیص داد و به همین دلیل جلوی اون پیچید و علی‌رغم همه فشارها و حمله و هجوم‌ها و تمامی ضرب و شتم‌ها به قانون اساسی ولایت فقیه رأی نداد. بله، پس می‌رسیم به یک موضوع اساسی دیگه از اون دوران، چون اتفاقا خمینی همین رأی ندادن مجاهدین به قانون اساسی ولایت فقیه رو اومد بهونه کرد و در همون دیماه سال 58 بود که کاندیداتوری مسعود رجوی رو رد کرد، یعنی با یک فتوا که در روزنامه های اون روزگار هم منتشر شد. اینجا نمونه ای از اون رو با هم میبینیم، نسخه 30 دی 58 مربوط به روزنامه اطلاعات هست که خبر رو زده و توش اشاره کرده به فتوای خمینی که هر کس تو قانون اساسی رأی نداده به قانون اساسی ولایت فقیه پس توی انتخابات هم نمیتونه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. آقای فری، شما در این رابطه مقداری برامون توضیح بدین داستان کاندیداتوری برادر مسعود و بعد فتوای خمینی. بله، شما به یکی از موضوعات بسیار مهم
اون دوران که یک سرفصل در مصاف خمینی با نیروهای انقلابی بود اشاره کردید، به طور خاص چون در رأس نیروهای انقلابی سازمان مجاهدین بود و همونطور که الان نشون دادید و توضیح داده شد، سازمان به قانون اساسی ولایت فقیه رأی نداده بود. یکی از موضوعات بسیار مهم اون دوران بحث کاندیداهای اولین انتخابات ریاست جمهوری بود. اون موقع سازمان برادر مسعود رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرد. برنامه‌اش رسما در همه جا منتشر و اعلام شد و با اقبال گسترده توده‌ای و حمایت‌های سیاسی از کاندیدای مجاهدین در سطح کشور مواجه بود. ما شما خودتون شاهد بودین؟ بله، من یادم هست روز اعلام کاندیداتوری 15 دی ماه 58 بود. بلافاصله ملیت‌های مختلف از جمله کردها، جریان‌های سیاسی کردستان، اون موقع بحث گنبد بود، جاهای دیگه انجمن‌های مختلف، زنان، اقلیت‌های مذهبی از این کاندیداتوری حمایت کردند. اونقدر این حمایت‌ها از برنامه‌های خاص مسعود رجوی زیاد شد که خمینی که گفته بود بنا نداره در انتخابات دخالت کنه، با توسل به فتوا به بهانه رأی ندادن مجاهدین به قانون اساسی که از اول هم مشخص بود، برادر مسعود رو حذف کردند. این در حالی بود که طبق قانون اساسی هیچ منعی برای شرکت کاندیدای مجاهدین در این انتخابات نبود. همه مراحل و ترتیبات کارم انجام شده بود و هیچ ایراد قانونی نمیتونستن بگیرن. اینجا بود که خمینی خارج از ریل قانونی وارد شد. بله، پس شما توضیح دادین که حتی طبق قانون اساسی خودش، همون قانون اساسی که میگفت بهش رأی ندادین، منعی وجود نداشت که مسعود رجوی بتونه به عنوان کاندیدای مجاهدین شرکت کنه در اون انتخابات. حالا پس به این سوال میرسیم، مقداری بیشتر در این رابطه شما توضیح بدین، به واقع چرا خمینی کاندیداتوری کاندیدای مجاهدین رو تحمل نکرد؟ چون خب چنین شرطی از قبل نگذاشته بود، یک دفعه اومد و خودش وارد شد، بهای سنگینی باید میپرداخت، خودش اومد وارد شد و همونطور که الان نمونه شو دیدیم توی روزنامه اطلاعات هم مثلا منتشر شده بود، گفتش که کسانی که به قانون اساسی رأی ندادن نمیتونن شرکت کنن. مشکل چی بود؟ بله، دقیقا به این دلیل تحمل نکرد و در عمل با فتوا کاندیداتوری مجاهدین رو حذف کرد، چون دید در همان مدت کوتاه استقبال روزافزون به طور خاص بعد از اعلام برنامه مجاهدین رو و اقبال توده‌ای رو در جامعه دید و این رو دید که اگر پای برادر مسعود به صندوق رأی کشیده شه، یا نفر اول در انتخابات میشه یا نفر دوم، و یا اینکه با حضور کاندیدای مجاهدین انتخابات ممکنه به دور دوم کشیده بشه. خمینی خوب به صرافت افتاد که در هر شقی و احتمالی باید قیمت و هزینه زیادی بده، چون اگر نفر اول و یا دوم میشد، مشخصه حذف نفر اول و دوم کاندید ریاست جمهوری تو اون مقطع قیمت خیلی سنگینی بود. اگر اول میشد که مشخصه خب خیلی سنگین بود، اگر نفر دوم میشد در عمل کاملا روشن بود که رهبر یک اپوزیسیون قانونی در کادر همون انتخابات خودش، اون هم با میلیون ها رأی، و حذف کردن این چنین سری خیلی هزینه سنگینی داشت. من فکر می‌کنم با این استدلال بود که سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. با همین استدلال، با استفاده از این موقعیت که مجاهدین رأی ندادن به قانون اساسی ولایت فقیه، بهترین فرصت رو شکار کرد خمینی و بهانه و دستاویزی کرد تا اساساً نگذاره کار به اونجا بکشه، چون قبل از هر کس خود خمینی و شخص ملعونش میدونست که با این انتخابات بساط ولایت فقیه و دکون ارتجایی اون جارو میشه. از این رو خوب فهمید که بهترین کار همینه که نگذاره پای مجاهدین و کاندیدای اونها برادر مسعود به صندوق‌ها و به رأی مردم کشیده بشه. بله، البته این موضوعی هست که میشه خیلی بیشتر در رابطه باش توضیح داد و بحث کرد، ولی خب ما میخوایم به ابعاد دیگه و نمونه های دیگه هم بپردازیم. بخاطر همین من به یک موضوع دیگه الان اشاره میکنم. از اون دوران در فاصله بعد از انقلاب ضد سلطنتی تا قبل از 30 خرداد 60 پدیده های مختلفی رو باش مواجه بودیم. یک پدیده مهم دیگه که رژیم و به طور مشخص شخص خمینی خیلی
در واقع این آزارش میداد، برگزاری کلاس های تبیین جهان توسط بعدن مسعود بود در دانشگاه صنعتی شریف. این کلاس ها در سال 58 شروع شد و 15 جلسه هم ادامه پیدا کرد. مقداری میخواستم شما در این رابطه آقای زاره توضیح بدین، حتما شما هم آقای فعلی و هم شما خودتون اون زمان یا شاهد برگزاری این کلاس ها یا تأثیراتش در جامعه حتما بودین. مشکل خمینی با این کلاس ها چی بود؟ این کلاس ها چه تأثیری در جامعه داشت؟ بله، یکی اتفاقا شما اشاره کردید هم مسئله کاندیتوری هم کلاس های تبیین که دو تا از موضوعات بسیار مهمه اون مقطع بود. البته اینو بگم که در تاریخ معاصر ایران چنین چیزی اصلا نبود که 10,000 نفر با کارت بیان توی کلاسی شرکت کنن، اونم از آگاه ترین اقشار مردم ایران. برای فهم این موضوع من میخوام یه فاکت و یه نمونه رو از بیرون از اصلا مجاهدین یعنی از بگم براتون. اون موقع آقای اریک لورو روزنامه‌نگار مشهور روزنامه فرانسوی لمون که در اون موقع در ایران حضور داشت، در 9 فروردین 59 در مورد کلاس‌های تبیین برادر مسعود همچنین در مورد انتخابات یک مطلبی نوشت که برای که بتونم به این سوال شما جواب بدم، من دقیقاً عین این مطلب براتون از روش می‌خونم. اگر خمینی نامزدی ریاست جمهوری رجوی را در ژانویه گذشته کنار نمی‌زد، به گفته شخصیت‌های مختلف او دقت کنید میلیون‌ها رأی را به خود اختصاص می‌داد. چرا؟ که از حمایت اقلیت‌های قومی و مذهبی برخوردار بود و از حقوق برابری و خودمختاری آنها حمایت می‌کرد. همچنین بخش مهمی از آراء زنان که خواستار آزادی خود هستند و نیز جوانانی که خواهان حکومت روحانیت ارتجایی نیستند نصیب او میشد.